بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در قسمت قبل اشاره کردیم مخاطب باید به ضرورت دین در زندگیش واقف بشه، یعنی باور بکنه که بدون دین نمیتونه به مقصد برسه. خب ممکنه اینجا سن مخاطب یه نکته باشه، شبهه‌ای به اون این باشه، بگه که من که عقل دارم نیازی ندارم به دین. انسانی که عقل داره دیگه دین بخواد چی کنه؟ سایه هفم قشنگی دیگه، عقل داره. اتفاقا دانشجوی اما پرسید و من اینگونه پاسخ دادم بهش. ایشون گفت که جوان به من گفت وقتی ما عقل داریم چه نیازی به دین داریم؟ منم خودکار جیبم نشون ندمش، گفتم این خودکار رو ببین، این خودکار رو آیا میشه آیا من شما پیش چشم پزشک میبریم؟ هیچ وقت بگیم آقای چشم پزشک این نمیتونه ببینه، میبریم؟ جوان گفت نه. گفتم چرا نمیبریم؟ گفت چشم نداره دیگه، قرارم نیست ببینه. گفتم بابا یک کلا خدا خیرت بده، سوال یادتون نره. سوال این بود که ما که عقل داریم این رو میخواییم چی کار؟ جواب اونو میخوام بدم که یکی از روش هاشم استفاده از تمثیل دیگه. این تمثیل طرف رو ساکت میکنه، البته با توضیحی که حالا اضافه میکنیم بهش. بهش گفتم خب انابر این ما سراغ دکتر میریم از این حیث که اون دکتر یکی از مشکلاتی رو که ما باش مواجهیم رو برطرف کنه دیگه. مثلا وقتی که قلبم مریضه میره سراغ دکتر قلب، مغز دکتر مغز و اعصاب، نمیدونم پوست دکتر پوست و دکترهای مختلف. حالا اگر چشم هم مشکل پیدا کنه پیش دکتر چشم دیگه، پیش دکتر گوش که نمیرم که. گوش حالا خودش یه حلق و بینی و گوش یک چشم اما فرق میکنه. حالا در این اعضا و جواری که انسان داره، شما هم ادعا داری خودت داری، خودت میگه من عقل دارم، آیا عقل مریض نمیشه؟ مریض میشه یا نمیشه؟ اگه بگی نه پاسخ شما از صد تا برات نمونه دلیل میتونم بیارم که الان مریض میشه. این همه جنایت هایی که انسان ها میکنن، انسان هایی در طول تاریخ کردن، این روز رو تایید میکنی عقلی بوده؟ همین یه مثال کافیه دیگه، عقلی بوده. میگی نه خلاف عقله، عقل سلیم. و اگه بگی عقل انسان ها اشتباه نمی کنن، نمی کنه، واسه میشه اشتباه نکنن، یعنی که اگه من همین الان یه دونه بزنم تو گوشت، تو نباید بگی برای چی زدی، تو من عقل دارم اشتباه هم نمی کنم. بازم باید ساکت باشی، برای که اعتراض میکنی آقای مخاطب، آقای جوان، آقای دانشجو. چرا؟ چون میگه این آدم الان اشتباه کرد، با اینکه من عقل دارم میگه اشتباه کرد. پس عقل میتونه اشتباه کنه. یک، عقل قدرت درکش محدوده، یعنی آنقدر قدرت نداره که همه چیز رو درک بکنه. پس بازم نیاز داره به که کمکش کرد. پس این دوتا نکته مهم بس کافیست برای که ثابت کنیم که عقل نیاز داره به کمک، چه موقعی که مریض میشه، چه اون موقعی که محدودیت های درک داره. مثل اینکه شما کتاب میخونی علم افزوده میشه. میتونی بگی آقا کتاب نیاز ندارم بخونم، من عقل دارم؟ با عقل مگه شما میتونی همه چیز رو بفهمی؟ مستقلا بشین فکر کنی همه رو درک بکنی؟ نمیشه که. ولی یه کتابی بخونی، حرف سخنرانی رو گوش بدی، فیلمی ببینی، از فرستنده‌های مختلف پیام بگیری، تا عقلت تازه اینا رو تجزیه کنه، تحلیل کنه کدوم درسته کدوم غلطه، تا در حدی که خودش سالم باشه و بعد به شما راهنمایی کنه که اینو بپذیر اونو نپذیر. این قانونشه دیگه، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، هیچ کس نمیتونه منکر این حرف بشه. هر کی تونست الان شما بینندن تونستید پیام به ما بده، شما تلفن ما هم که گرفتید در سه قبل گفتم پیام بده ایراد بگیر، من جواب تو همونجا بدم. بحثی هم نیشه شب این بار تر میکنیم، سالها و سالها در بین جوانهای مختلف در دانشگاه و غیر دانشگاه اینا رو تر کردیم و الحمدلله کسی هم ایراد نتونسته بگیره. حالا من چرا تأکید میخوام بکنم به این نکته؟ ببین اگه کسی رزمنده ها بعضیشون اینجوری هستند که خیلی با اخلاص میجنگن، تا زمانی که تیر توی خشاب دارن مبارزه میکنن، زود تسلیم نمیشن.
مخاطب شما اگر احساس کنه من در خشابم تیر هست، ممکنه مقاومت کنه. اما اگه بهش ثابت کنی خلع سلاح شدی، چیزی نداری که بخوای مقابله بکنی، مقاومت بکنی، دیگه ناچار تسلیم بشی. اگه احساس کنه من عقل دارم، با عقلم همه راه رو میرم، خیلی حرفای تو رو دیگه گوش نمیده، حرفای دین رو گوش نمیده، همین حرفا میزنه، میگه مگه دین لازمه وقتی من عقل دارم؟ اما اگه بهش ثابت کردی نه، من عقل تو مریض شده، مشکلی داره به این دلایل، اون موقع به این باور میرسه که باید پیش دکتر هم بره، دکتر عقل. اما من یه سوال دارم، کجای سراسر این کشور و جهان شما تابلوی پزشکی رو میبینید که نوشته باشه یا متخصص یا فوق تخصص بیماری های عقل؟ نداریم همچین چیز. بس بالاخره این عقل بدبخت کی باید مشکلش رو حل کنه؟ این همونیه که ما میگیم چیه؟ دین. طبیب عقل پیامبر، طبیب عقل ائمه معصومین علیهم السلام، نسخه اونها دین. ها رئیس اون درمانگاه حضرت حق تعالی. عقلت مشکل پیدا میکنه، دین کمکت میکنه. پس چون عقل داری نیاز به دین داری. شما گفتی چون عقل دارم نیاز به دین ندارم. ما میگیم نه، اتفاقا چون عقل داری نیاز به دین داری. خودکار نیاز به دکتر نداره، چون چشم نداره، چون عقل نداره نیازی به دکتر عقل نداره. علاق نیازی به پزشک عقل نداره، چون عقلی نداره که پزشک عقل بخواد. اما همون علاق نیاز به دامپزشک داره. حالا من شما کدومیم؟ عقل داریم یا نداریم؟ نمیتونی دیگه این کار رو کنی. اگه عقل داری دکترش هم نیاز داری، البته با اون مقدمات که ثابت هم کنیم که عقل مریض میشود، عقل گرفتار میشود، عقل محدود است. با این مقدمات شما مجبوری به دکتر عقل هم رجوع بکنی، یعنی دین. اثبات این قضیه از سوی مبلغ برای مخاطب، برای جوان، که نشون بدیم که عقل به تنهایی کافی نیست، ناکارآمدی عقل ما بتونیم ثابت بکنیم، گام بزرگی است برای اینکه ما بتونیم بقیه کارهامون انجام بدیم، خلع سلاحش بکنیم و ادامه بدیم، تسلیم بشیم ان شاء الله. و لطف صلوات بر محمد و آل محمد.